سلام، به روی ماهتون. من مریم هستم، با آموزش زبان هلندی با مریم در خدمتتون هستم. این درس 12 هست، ادامه بخش اول. بخش دوم هستش که ما در بخش اول جملات رو شروع کردیم، 2 جمله آوردیم. در بخش دوم 4 جمله دیگه هست که میاریم، با هم دیگه کار میکنیم و کلمات جدید در این جملات یاد میگیریم. میریم سراغ جمله هامون، ادامه همون جمله ها. For you do it all is. برای تو من هر کاری انجام میدم. برای تو من هر کاری رو میکنم. جمله خیلی قشنگیه. میتونیم به عزیزانت. For you do it all is. خب. For حرف اضافه است. به معنی برای تو. تو گنه. For you برای تو. For حرف اضافه به معنی برای. یاو هم که در درس 11 یاد گرفتیم، ضمایر شخصیمون. دو حرف کلمه جدیدمون هست، فعل جدیدی که داریم، انجام دادن، که اینجا دو اومده چون که صرف شده برای اک. دو اک، دو اک، انجام میدم. همطور که در پایین میبینین فعل کامل دو دون هست، یعنی ان در آخر کلمه اضافه میشه. دون. پس فعل کامل ما دون هست، به معنی انجام دادن یا کردن یک کاری که چون اینجا در جمله صرف شده ان هست شده و دو اومده. یه قانونی داره فعل ها، وقتی میخوایم صرف بکنیم اکثر فعل ها در زبان هلندی ای و ان آخر فعل حذف میشه و صرف میشه، اما خب اینجا فقط ان حذف شده. همیشه یه استثنایی هست به خاطر تلفظ بهتر. دو، اگه ما ایرم حذف بکنیم میشه د او، میشه دو، معنی نمیده. پس ما ای رو حذف نمی کنیم، فقط ان رو حذف می کنیم از فعل کامل ما و صرف می کنیم برای اک. For you do it all is. کلمه بعدی ما که جدید هست all is. All is. دوتا ال هست. All is. به معنی همه چیز یا همه. همه چیز. من برای تو همه چی، همه کاری رو انجام میدم. همه چی رو. هر کاری از دستم بر بیاد منظور اینه که انجامش میدم. و در جمله دوم که سوالی هستش، من در درس دوم یا سوم آورده بودم این رو، اما خب بازم گفتم بیارم. هویزت متیاو، حالت چطوره؟ چطوری؟ هویزت متیاو. اون موقع که من اینو در درسه اول آوردم این جمله رو، چون که ما هنوز ضمیر شخصی، ضمایر شخصی رو بلد نبودیم، خب به هر حال همینطوری آوردم برای دونستنش، اما خب الان میتونیم بیشتر آنالیزش کنیم، هر کلمه به کلمه‌ش رو قشنگ بفهم. Who is it که معلومه، his article. Met با، بازم حروف اضافه است، حرف اضافه است، مت. یاو هم که ضمیر شخصیمونه که در درس 11 درس قبلی یاد گرفتیم، حالا چطور، چطور. پس ما در این دوتا جمله دوتا کلمه یاد گرفتیم، در از یک فعل یاد گرفتیم، یک کلمه یاد گرفتیم و دوتا حرف اضافه. دو که میشه انجام دادن، دون فعل کامل، کلمه‌مون آلس همه چیز و
دو تا حرف اضافه for و met، برای و با. میریم سراغ دومین، ببخشید سومین و چهارمین جمله‌مون در این بخش که دیگه دو تا جمله آخره. بله خب جمله بعدی میگه اکسی هر اوب سخول، اکسی هر اوب سخول، من او را در مدرسه میبینم. زی فعلی بود که من قبلا بهتون یاد دادم، دیدن. هر ضمیر شخصی، ضمیر شخصی چی بود؟ زی. هر ضمیر شخصی زی هستش. او را، او زن. اوب سخو، اوب بازم حرف اضافه، در یا روی. سخو به معنی مدرسه، سخو مثل اسکوله در انگلیسی، سخو با دوتا او نوشته میشه، سخو مدرسه. من او را در مدرسه میبینم، او دختر. جمله بعدیمون میگه زی خیفت هم این موی بلوم. اینم خیلی جمله قشنگیه. میگه او به او یک گل زیبا میده. حالا او اولی زی، او دختر هستش، او مؤنث هستش، و او دومی که ضمیر شخصی اومده هم به او، به او گفتم ضمایر شخصی، یا میشه به او یا میشه او را، پس میشه هم ضمیر شخصیه. های که او مذکر هست میشه هم. زی خیفت هم این یک موی بلوم. موی کلمه جدیدمون هست، موی. من اون ا آخر موی رو زرد نکردم، الان بهتون توضیح میدم چرا. موی بلوم، موی کلمه جدید هست به معنی زیبا، قشنگ. بلوم به معنی گل هستش، بلوم. او و ای صدای او میده، درسای اولم بود. موی بلوم، او به او یه گل زیبا میده. خب کلمات جدیدی که ما یاد گرفتیم داخل این دوتا جمله، اول سخول هست، مدرسه، سخول. دومی موی، زیبا. سومی بلوم، گل. و حرف اضافه ای که ما یاد گرفتیم اوب، در یا روی. یعنی روی میز یک چیزی رو گذاشتم، اوب باید بیاریم. حالا این ا رو میخوام، این ا رو تکلیفش رو مشخص بکنم. زمانی که ما کلمه بعدی این کلمه‌مون، کلمه موی، وقتی کلمه بعدی رو نگاه میکنیم بلوم هست. بلوم آرتیکلش چیه؟ اگه گفتیم د، هت نیست، د. وقتی که ما آرتیکل این کلمه بلوم رو بدونیم که ده هست، کلمه قبلیمون که موی هست یه ا آخرش میگیره، موی بلوم. اگه بلوم به جای بلوم یک کلمه میومد که آرتیکلش هت بود، ما ا رو نمی آوردیم. مثلا میشه، میشه به معنی دختر هستش دیگه، ما اون موقع میگیم موی میشه، نمیگیم موی میشه، چون میشه آرتیکلش هد هست. موی میشه، ولی موی بلوم. خب بچه ها، اینم بود درس
دوازدهم ما دیگه درس دوازدهم ما تموم شد، بخش دومش بودیم و من در درس سیزدهم میبینمتون دیگه. در درس سیزدهم قول دادم حروف اضافه رو بیارم و کلمات جدید میخوایم در از درس سیزدهم به بعد بیشتر رو کلمات جدید کار بکنیم، چون بیشترین چیزی که شما باید بیشتر روش فوکوس کنین، تمرکز بکنین، کلمات جدید هستن. شما هرچی اون دایره لغاتتون توی مغزتون بیشتر بشه، هرچی بیشتر شما کلمه یاد بگیرین، میتونین بهتر صحبت بکنین، میتونین بهتر ارتباط برقرار بکنین با بقیه. خب داره طول میکشه، این داره زیاد میشه این درسمون، پس من همینجا خدافظی میکنم با اتون و تا درس 13 هم خدا نگهدار.